درود بیکران پاینده ایران گوگوش که یه مصاحبه انجام داد ما هم هیچ اظهار نظری نکردیم چون در لول برنامه ما نبود اون مصاحبه که گوگوش انجام داد در مورد مسائل شخصی و اینا ما می‌خوایم صحبت کنیم البته اعتراف کنم خانم هما سرشار یک از قوی ترین مصاحبه رو با گوگوش گرفت یعنی الا من یعنی کمتر تر شده بشینم مصاحبه گوش کنم و حال کنم مصاحبه الاز واقعا فرمندی و ساختار یک مصاحبه خیلی قوی بود من اینا حملات به خانم هماس اول من هما سرشار یک فرد یهودی است در آمریکا و خیلی کارها کرده و نگاه های ضد ایرانی هم حتما داره ولی الاز واقعا حرفه‌ای مصاحبه خیلی حرفه‌ای گرفت من نقد ها رو خوندم به خانم هما سرشار ولی من کمتر دیدم مصاحبه گیم. یعنی کسی که مصاحبه میکنه اینقدر حرفه ای بخواد مصاحبه کنه و هما سرشار با این مصاحبه نشون داد که واقعا زن توانمندی حالا حملات طبیعتا زیاد بود به خود خانم هما سرشار هم زیاد بود به خاطر اینکه طرفهایی که توسط گوگوش مورد لطافت قرار گرفتن و, و کلن زده شدن خب سر صدا کردن و با ما سرشا گفتن تو چرا مثلا اجازه دادی گوگوش اینقدر حرف بزنه اینا رو بگه اون هما در جایگاه خودش کار به شدت حرفه‌ای انجام داد به شدت هما کار حرفه‌ای انجام داد در مورد خانم گوگوش و مسائلش هم من دوست ندارم نظر بدم به خاطر که در مورد گوگوش من میدونم ما چند تا خواننده داریم که اینا کثیف در اینها هستن از نظر شخصیتی بهتونم میگم اولیش داریوش اقبالیه دومیش گوگوشه سومیش ابیه ولی ابی در چند سال گذشته واقعا داره تلاش میکنه که خانم گوگوش و آقای داریوش رو در کثیف بودن رد کنه در علاوه شخصیتی دارم میگم و شخصیتی اجتماعی و ملی دارم عرض میکنم نه هنری هنری همه اینا اصولن و ابی و چهارمیش سیاوش قمیشیه یعنی اینا علاوه شخصیتی افراد بقایت کثیفی هستن برای همین من میدونم گوگوش کیه و به کسایی هم که حمله کرده اونا رو هم میشناسم اما پولاد کیمیایی که بالاخره مادرش گیتی پاشایی توسط خانم گوگوش حرفایی زده شد که کمدی بود به نظر منم و میگو آره مثلا گیتی پاشایی اومده دست خانم گوگوش گرفته گذاشته تو دست آقای مسعود کیمیایی گفته مراقب شوهرم باش و پولار کیمیایی در جوابی که میده یک جواب دقیق میده و میگه که کدوم زن عاقلی با توجه به کارنامه شما خانم گوگوش دست رو میذاره تو دست شما و میگه که مراقب شوهرم باش اینا حرفای درستیه ولی من باز نمیخوام ورود کنم بخشی که میخوام ورود کنم در پاسخ آقای پولاد کیمیایی به گوگوشه که باز اون پاسخ هم نمیخوام ورود کنم که البته حرفای پولاد کیمیایی خیلی برای من جذابیت داشت و خیلی صادقانه بیان شد با اینکه من زیاد با پولاد کیمیایی چیز نیستم بخاطر این که به خاطر اینکه به شواب حسینی حمله کرد و پدرش به ناحق دفاع میکنه پولاد کیمیایی نه به خاطر بحث گوگوش و پدرش نه اصلا در بخش هنر از پدرش به ناحق دفاع میکنه پدرش واقعا گند بزرگی به سینمای ایران زده از همون قیصرش بگی تا فیلم های مزخرفی که ساخته ولی یه حرف درستی زد آقای پولاد کیمیایی تو صحبتاش که پدر من خیلی یارو وارده وارد سینما کرد خیلی چهره رو وارد سینما کرد این حرف درسته ولی بدونیم فیلم های مسئول کیمیایی فاقد ارزشه برای همین من اپولاد کیمیایی به خاطر این دفاع غلط از پدرش خوشم نمی اومد. اما جوابش به گوگوش انقدر صادقانه بود من تحت تاثیر قرار داد ولی با این بخشش کار ندارم یه بخشی به من تا حمله کرد که این بخش موضوع برنامه منه با این مقدمه و خانم گوگوش به هر حال توسط مناتو اومده و پروموت شده و این مصاحبه بیرون اومده اولا بگم یه جورای مناتو انگار صاحب خانم گوگوش یا خانم گوگوش صاحب مناتو اینو بهتون میگم خیلی از ویدیوایی که در مورد خانم گوگوش پخش میشه در فضای مجازی مناتو ریپورت میکنه اصلا چه جالبی البته سمت من مناتو جرات نداره بیاد هم من دیگه چون یکی دو بار قبلا اومد روش کم شد سمت من نمیاد ولی برای بقیه اومده یه نامه ای آقای پولاد کیمیایی داده به من گفته آقا همونطور که تریبون داری اولا که خانم گوش در رسانه شما در مصاحبه در رسانه شما در این مصاحبه در مورد من و مادرم صحبت کرده خب طبیعتا تو اگه یک رسانه حرفه‌ای هستی باید به پولاد کیمیایی مجوز و وقت بدین این خودش خوش دفاع کنه و من این وقت رو به پولاد کیمیایی نمیده و پولاد کیمیایی میاد و مسئله رو مطرح میکنه برای من جالب بود دو دقیقه از که مطرح کرده رو گوش کنیم در آخر میخوام در آخر میخوام نکته نهایی رو خدمتون بگم این که اصلا چه اصراری بود که شما بیای بعد از این همه سال و این همه منفعتی که بردی که تک تکش تو دل این آدم ها هست یکیش اگه بخواد حرف رو زنه بسه بیا اینا رو باز بکنی و برای خودت یک چهره نورانی بسازی با این همه ابزار یه تلویزیون داری که در اختیارت صدای همه رو خفه میکنه ماشاءالله وقتی که به نفش باشه یا به ضررش باشه که این همه پول داده برای این مصاحبه که شما در این تلویزیون پخش بشه کارت میاد هیچ جوابی برای من نداره و به انگلیسی برای من جواب میفرسته یه تلویزیونی که ابدا فهمیدید پولاد کیمیایی نامه داده ایمیل زده به ماناتو که آقا من باید بیام صحبت کنم جواب فا... ایمیل فارسی پولاد کیمیایی رو به انگلیسی دادن رسانه ای که ادعا میکنه آقا من یه رسانه فارسی اما ما گفتیم در تمام این مناتو همهشون از دم اینها افرادی هستند که از نظر بخش فنی پروفشناله و انگلیسی و غیر فارسی هن. و خیلی کارمندان گذشته بی بی سی هن. که این به ما یه چیزی رو نشون میده که یه جورای بی بی سی پشت پرده با مناتو کار میکرده حداقل یا کسانی که در بی بی سی کار کردن پشت قضیه مناتو هستن با بودجه اسرائیل یعنی بخش فنی رو چون میدونید در بخش فنی اسرائیل و به ویژه عربستان اینها ناتوان هستن از نظر فنی البته اسرائیل بله قول در حقیقت بحثای اینترنتیه ولی در عمل در بخش رسانه یک رسانه های پروپاگاندا چین نمیتونن انقدر کار حرفه‌ای خوب انجام بده کار حرفه‌ای رو عموما میدن دست اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در بخش رسانه ولی پول مال اسرائیله و خیلی که رفتن در مناطق دیدن رو بسن دوربیناشو هنوز برچسبای بی بی سی خورده خیلی نکته مای. و ایمیل آقای پولاد کیمیایی رو اینا به انگلیسی جواب دادن خیلی حرفا هیچ جوابی برای من نداره و به انگلیسی برای من جواب میفرسته یه تلویزیونی که ادعای فارسی زبانی میکنه و داره برنامه فارسی پخش میکنه جواب منو به انگلیسی میده بگم بهتون پولاد کیمیایی بزرگ شده در آلمان سالها در کانادا زندگی کرده دنیای غربو خوب شناخته با توجه به اینکه حتما هم با نظام نیست ولی زندگی در ایران برگزیده چون یه آدم دنیا دیده ایه پولاد کیمیایی اینو من بهتون بگم اصلا تحصیلاتش در کانادا بوده و اصلا تا مدت ها زبان آلمانیش بهتر از فارسیش بوده چون اتفاقا اروپا و آمریکا کانادا رو خوب دیده چسبیده به ایران <applause> این هم خواستم بگم بهتون و این همم ادعا میکنه که از صبح تا شب داره برای این ملت و این مردم داره کارای آزادی خواهی میکنه شما اول از خودت شروع کن اول از همه بتون حقیقتو آفرین میگه تو صبح تا شب داری در مورد آزادی خواهی در ایران کار میکنه اول خودت شروع کن آقا یکی کسی یه خانومی اومده درست یا غلط در مورد من و مادرم که مادری الان دستش کوتاس از دنیا و اونجوری که خانم گوگوش در مصاحبه در مورد گیتی پاشای صحبت میکنه گیتی پاشا یه زن بیمار روانی بوده که مثلا دنبال این بوده که برای شوهرش زن پیدا کنه اصلا چرت پرت معلوم بود چرت پرت میگه گوگوش همون دقیقه ما داشتیم می گوش میکنیم خندمون گرفته بود از حرفای گوگوش هیچ انسان عاقلی نمیتونه حرفای گوگوش را در مورد گیتی پاشایی قبول کنه البته در مورد بحث گیتی پاشایی من جز اولین نفرها در حوزه رسانه بودم که در 7 سال پیش افشاگری کردم که گوگوش به خاطر ارتباط نامشروش با مسدود کیمیایی در شرایطی که گیتی پاشایی مریض بود برای بحث سرطانش رفته بود آلمان و اونجا متوجه شد باعث شد که گیتی پاشایی این جراحی خودشو و طول درمان خودش رها بکنه برگرده ایران و یکی از های مرگ گیتی پاشایی خانم گوگوشه من این افشاگری 7 سال پیش کردم که الان پولار کیمیایی میاد و که میکنه یه جوری تایید میکنه اما بحث بر سر اینه که وقتی که رسانه من تو تیریبون داده بگو گوش مگه تو دم از آزادی خواهی نمی کنی؟ آقا قواعد حرفه‌ای خودت رعایت کن قواعد حرفه‌ای رسانه رو را رعایت را کن اگر بگو گوش تیریبون دادی به درست یا غلط در مورد یک خانومی که دستش از دنیا کوتاست و در مورد پسرش نشسته صحبت کرده و پدر این پسرم حسابی شسته تو اون برنامه تو باید به این پسر اجازه بدی بیاد صحبت کنه به پولاد کیمیایی ولی این اجازه رو نمیدی بعد میخوای آزادی برای من ایرانی بیاری توی ای که در خود ساختمان من و تو محت کودک من بازداشتگاه داری برخی از کارشناسانی که باید همراه نیستن بهشون دستبند میزنی میذاری می تو بازداشتگاه نمونه داریم اتفاقیه که افتاده تو رسانن مجریات میگن میگن ما حق نداریم مثلا مجله تو دستمون باشه چیزی دستمون باشه به صورت پادگان یعنی یه جورایی شما پادگان من تو را انداختی تو میخوای برای من, من آزادی بیاری؟ داره سوال جدی خوبی میکنه آقای پولادی میایی؟ شما اول از خودت شروع کن اول از همه بتون حقیقت رو در واقع بپذیری بعد بیای تو تلویزیون انقدر به این ملت افسردگی بدی و چند تا برنامه رنگی بسازی آفرین میگه تو به ملت ایران افسردگی میدی همش آقا مردم ندارن گشنه آقا اصلا شما بخش خبر مناتور نمیشه نگاه کرد و همه چیزای رنگی رو از خود غرب نشون بدی تو در واقع بپذیری بعد بیای تو تلویزیون انقدر به این ملت افسردگی بدی و چند تا برنامه رنگی بسازی که مردم خوششون بیان و همه مجری ها زیر چل سال و اینا همه چی نورانیه در غرب و در اونجا و اینجا همه چی بده مردم هم اینجا همینجوری دور خودشون بپیچن و هیچ فرمولی هم برای اینجا ندارید این برای شما تلویزیون من و تو بقیه تلویزیون ها رو کار ندارم فقط تلویزیون من و تو موضوع اینم که شما در واقع از این ابزار سوء استفاده کرد خب این خیلی این بخش ساعت آی کیمیایی برای من ارزش داشت چون خودش در غرب بزرگ شده من میگه به من تو میگه همین موجیات اول از 40 سال آوردی و البته بی سواد بی سواد ولی پر اعتماد به نفس که جلو دوربین بتونن اجرا کنن موجی مناتو بسیار افراد بی سوادی هستن ولی زیر 40 سال بالاخره الان تو بگم اون پشت پردم اینقدر اینا رو آرایش میکنن اینا اصلا داستان ها داره همون بگه قیافه های رو ببینی اصلا باور نکردنیه و بیای بگی آقا دنیای قرب همه چی گل بلبل ایران هیچی چی نده و هیچ فرمولی هم برای ایران نداری واقعا حرفای دقیقی میزنه پولاد کیمیایی در اینجا دوست داشتم رو بردسته کنم به عنوان کسی که تجربه زندگی در غرب داره پاسپورت فکر میکنم آلمانو داره و کسیه که میتونه هر لحظه در غرب زندگی کنه آقا دیر دنیای قرب رو دیده میدونه نگفت ایران مشکل نداره میگه به معنا و, و اینا میگه آقا شما فرمولی هم برای ایران نداری و چون خود دنیا رو دیده دیده دنیا مشکل داره ترجیح داره در ایران زندگی کنه بسیار منطقی ایران مشکل داره ولی کسانی که دنیا رو دیده باشن آیه پولاد کیمیایی در این حوزه حداقل فرد دنیا دیده ایه گفتم من موافق پولاد کیمیایی نیستم به خاطر دفاعی غلطی که از پدرش میکنه در حوزه هنرمند من درگیریم با پدرش اصلا در مورد بحث شخصی نیست درگیری ما مسئول کیمیایی به خاطر ابتزالی است که ایشون در سینمای ایران پی گرفته ولی پولاد کیمیایی در مورد تجربه در زندگی غرب و حرفهایی که در مورد من تو میزنه بسیار دقیق صحبت میکنه پیشنهاد میکنم و از طریق اینستاگرام آقای پولاد کیمیایی رو در مورد گوگوش گوش کنید من به عنوان که چون دوست نداشتم در این بخش بیام برنامه سازی کنم گفتم لول برنامه من جوری نیستش که دعواهای شخصی هنرمندان و اینا رو بخوام بیام دیگه رو کنم اینا اینا کار سطح زرد کسای دیگه است کار من نیست چون دیگه مخاطب اونم بالاست و لول کار من در سطح بحثی که من دوست دارم تو کار گفتمان ها گفتمان شناسی و گفتمان ملیگرایی در این چارچوب بخوام کار کنم کار من این بخشه بخوام حالا بیام بحث هنرمندان دعوای شخصی نمیچسبه و تو لول خودم نمیبینم اما حرفای پولاد کیمیایی در مورد گوش با توجه به من اطلاعاتی هم دارم در این حوزه ها درست دوست ندارم حرف بزنم ولی اطلاعات وسیعی در بخش هنرمندان دارم صحبت های پولاد کیمیایی بسیار صادقانه بود و من فکر می کنم پولاد کیمیایی بالای 90 درصد مطالبی که در مورد خانم گوگوش گفت حداقل 90 درصد شاید هم 100 درصد ولی حالا من در درصد جای چیز میتونم 90 درصد حرفاش در مورد خانم گوگوش درست بود و 30 دقیقه صحبت کرده در مورد خانم گوگوش که من خیلی خوشم اومد خیلی خوشم اومد پولاد کیمیایی رو تو چشم من از اون نگاه منفی که بهش داشتم تقلیل داد خیلی حال کردم با حرفاش و امیدوارم پولاد کیمیایی در بخش هنرم زیاد از پدرش دفاع نکنه چون مسئول کیمیای فیلم های خوبی رو واقعا فیلمایی که درست کرده واقعا فیلم حکم و اینا اصلا فیلم‌های زایه‌ایه به هر حال دمتون گرم هم همتون به احورامزه ایران میسپارم و خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید مناتو دستش خیلی رو شده برای همه خیلی رو شده و خوشبختانه تأثیری که مناتو داشت در سالهای 2014-15 میذاشت در جامعه خوشبختانه جلوش گرفته شده مناتو امروز یکی از بی تاثیر رسانه‌های رسانه های فارسیه اینو یادتون باشه خوشبختانه تمام رسانه های فارسی زمان با توجه به شبکه اجتماعی و افشاگری های درستی که انجام شد خیلی از اون تاثیر گذاری که داشتن در ساله 2014-15 به اوج می‌رفتن فروکش کرده و ما تونستیم بخش قابل توجه یا تاثیر گذاری این رسانه ها را را بگیریم حداقل و اینا به همه شما عیزان تبریک میگم پاینده ایران و بدرود